باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پاکستان متحد پرسش برانگیز میداند. بر بنیاد گزارش تازه مجله اتلانتیک زیر نام دکترین اوباما آمده است که اوباما به گونه خصوصی پاکستان را یک کشور فاجعه بار و ناکارا میداند و به گونه انتقادی میپرسد که چرا پاکستان متحد واشنگتن باشد. حالا واقعا درک آمریکا همین است که پاکستان بیشتر از این نمیتواند به مانند یک متحد برای تامین منافع آمریکا باقی بماند و یا هم دیدگاه در واشنگتن در برابر پاکستان در حال تغییر است. اگر آمریکا نقش پاکستان را در لیست متحدینش کمرنگ کند، چه اتفاقات در خاورمیانه رخ خواهد داد و یا هم سرنوشت صلح افغانستان چی خواهد شد؟ سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان ما خویان ظریف امینی و استاد پوهنتون و آقای اسدالله ولوالجید آگاه امور نظامی، همچنان آقای جمال الدین بدر والی پیشین نورستان نیز با ما وعده کرده که در برنامه تشریف میارن. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای امینیار، آل نگرانی هایی که در مورد نقش و یا هم نیت پاکستان نسبت به متحد بودنش در آمریکا مطرح میشه و آنچه که مجله اتلانتیک نشر میکنه، فکر میکنید که واقعا آمریکایی ها کنون پی بردن که پاکستان دیگر به عنوان یک کشور آشوبگر در جهان حرکت میکنه و نقش پاکستان کمرنگ خواهد ساخت در معادلات جهانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، به مهمان معزز و به بیننده‌های تلویزیون خورشید. در کل اگر یک نظر کنیم به پیچیدگی وضعیت که و سیاست آمریکا و جهان، ما می‌یابیم که از سال 2001 به بعد یک روند سیاسی جدید در آمریکا ما مشاهده می‌کنیم. این روند جدید سیاسی حتی مثلا به سال 2006 و 2007 اگر شما نگاه کنین و تحلیل‌های سیاسیون و کارشناسای آمریکایی رو شما مطالعه کنین، پیدا می‌کنین که بسیاری از سیاسیون آمریکایی‌ها در این عقیده بودند که در سالهای بعدی یک تحول بسیار بزرگ در خاورمیانه، در آسیای مرکزی و در جنوب آسیا به وجود خواهد آمد و این تحول امکان داره که رهبری این تحول به دست ایران، عربستان و در جنوب آسیا به دست پاکستان و روسیه و حتی امریکا هم. بس به این خاطر لازم است که امریکا باید دخالتهای خود داشته باشد در این منطقه تا بتانه که امو منافع امریکا و منافع جهان به دست بیاره. این تحلیل امریکایی ها بود. چیزی که ما میتونیم از این است که امریکایی ها فوق العاده در نابسامانی مثلا جنوب آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه به نحوی از آنها نقش خود بازی کردن و امروز مثلا بعد سالها معلوم میشه که امریکایی ها نقشه ای را که پیمونده بودن فکر میکنن که این نقشه درست نیست. اما آقای امینیار، این نگرانی های امریکایی ها نسبت به نقش پاکستان در این منطقه فکر میکنین ناشی از این است که پاکستان در تامین منافع آمریکا باقی آمده و یا هم آنچه که شما گفتین که آمریکایی ها متوجه اشتباه خود شدن در نقشه را؟ اگر ما یک مرور اجمالی هم کنیم، پیدا خواهد میکنیم که آمریکا همیشه توانسته از مناطق مانند مثلا کشورهای مانند پاکستان و کشورهای دیگری که در خاورمیانه هستند منافع خود به راحتی به دست بیاره. یعنی ما فکر نمی کنیم که پاکستان یک متحد نادرست به امریکا ثابت شده باشد. اما آنچه که بسیار مهم است است که پاکستانی ها سیاست های خود داره. بعضن این سیاست ها طاقت فرسا میشه به ایالات متحده امریکا به خاطر که اینجا بس منافع است. پاکستان فوق العاده تانسته که منافع خود از امریکا بگیره و روی کرد پاکستان هم به قضیه افغانستان، به قضیه مثلا توریسم بیشتر و بیشتر روی کرد امنیتی است و سیاسی هست نسبت به روی کرد اقتصادی و مسائل دیگر است. از این دیدگاه بیشتر کوشش میکنه که تنش به وجود بیاره در منطقه تا بتونه از این تنش و یک پیچیدگی به وجود بیاره و امریکا را مجبور بسازه که منافع خود پاکستان برخلاف توقع مجموع قدرت های کلان جهان حرکت میکنه و کنون و بیشتر آشوب خلق میکنه. آنچه که توانمندی مدیریتش از مدیریت قدرت های کلان هم بیرون است. من فکر نمی کنم پاکستان توانمندی از ایران ندارم. من فکر می کنم که اینجا اراده آمریکا به هر حالتی که باشه تا به اکنون تا به امروز هم این بود که پاکستان باید یک متحدش باشه. شما ببینین در کتاب دیوتی آقای رابرت گیت بسیار واضح نوشته میکنه، چند سال پیش از این کتاب نوشته میکنم که پاکستان یک متحد خوبه برای آمریکا نبوده، فقط و فقط ما نیاز داشتیم که پاکستان
به خاطر که انتقال مهمات نظامی خود به خاطر افغانستان و مسائل دیگر ضرورت داشتیم با خود داشته باشیم، اما یک متحد مطلوب به هیچ عنوان نبوده. حالا اینجا این بحث از این اگر دنبال کنیم و فکر کنیم که آقای رابرت گیت چی میگه، از طرف دیگر خود اوباما و مثلا سفره که سیاسون امریکا پاکستان به امریکا میکنن، نتایج از این به این بدست میاد که پاکستان در بعض موارد با ایالات متحده آمریکا همسازی نداره. از این علت است که فکر کنم که یک تجدید نظر سیاست از طرف آمریکا اکنون لازم است که بعد به منطقه بیاید. شما فکر میکنید که آمریکا بار دیگر نظر به مجبوریت های در این منطقه روابط خود با پاکستان حفظ خواهد کرد؟ اینجا چند چیز است که باید بفهمیم. یکی است که آیا آمریکایی ها میخوان که نقشه جنوب آسیا تغییر کنه یا خیر؟ اگر نقشه جنوب آسیا تغییر میکنه به این عنوان است که پاکستان دیگر باید منزوی شود، پاکستان دیگر باید حتی پاکستان بزرگ هم نماند و امکان داره که پاکستان به چندین پارچه هم تقسیم شود، این هم امکان داره یک نتیجه یک نقشه احتمالی باشه. اما در طرف دیگر اگر آمریکایی ها با نقش قدم سابق خود قدم میزنن، اونجا با استراتژی دوام آمریکا داری و مستقر بودن آمریکا در اینجا در خطر خواهد بود. تشکر آقای امینیار. آقای ولولجی، در مورد متحد بودن پاکستان با آمریکا و بیشتر اگر ما در قضایای افغانستان هم توجه بکنیم، در 14 سال که آمریکایی‌ها در افغانستان حضور مطلق داشتند، هیچ زمان افغانستان نسبت با پاکستان ترجیح ندادند با تمام امکاناتی که در افغانستان برایشون فراهم بود. زمانی که اکنون یک مجله آمریکایی به نام اتلانتیک به نام تحت نام دکتر اوباما مطلبی نشر میکنه که اوباما در مورد متحد بودن پاکستان نسبت با آمریکا بیشتر در ذهنش پرسش های مطرح میشه، فکر میکنید که در چنین وضعیتی که بیشتر تمامی معادلات جهانی و منطقه در حالت تغییر است، واقعا دیدگاه آمریکا هم در مقابل پاکستان تغییر کرده و یا این هم جزی از عمو تاکتیکایی است که بازی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نداره. کشورها هم به اساس منافع مردم و خودشان دولت حکومت ها مگه چی کنیم با او اساس کار میکنن و موضع گیریشان هم به او اساس است. این حال پاکستان از اول تا به امروز کشور نبوده که تمام خواسته امریکا را به جا آورده باشه و اهمیت پاکستان در این هست که بایره عرب، بایره عمان بندر داره، سرحدش است و امریکایی و هر کشور یک نیرو دیگه که باشه و این برش بسیار خوب است که زود میتونن که ایره پایی ها بگیره و از این طرف به طرف آسیایی بیانه یا طرف شرق چین است. اگر فضل کنم جنگی اگر صورت بگیره بسیار زود میتونه برسونه خودن، اما افغانستان هیچ سرحدی نداره که بنافی از لحاظ نظامی بنافی امریکا باشه. این بود در وقتی که پاکستان تشکیل شد، خود پاکستانی ها تقاضا کردن که ما تحت حمایه شما قرار میگیریم به شرطی که ما را حمایت کنیم و به می اساس هم بود در پیمان سنتو شامل شد پاکستان و با ایران یک جای عراق و بلاخره این بازی را تا به امروز پیش برده و در هیچ بازی منفعت به کسی نداده و خودش زیادتر منفعت برده و پاکستان می فهمند چگونه سیاست بکنن. این حال پاکستان اونقدر ضرورت به حمایت امریکا نداره. چین کشور همسایش است، هند کشور همسایش است، ایران، افغانستان. اینی معادلا را اگر با مزلو سیاسی بسنجه، اینجا منفعت پاکستان در بودن با روسیه و با چین خوب است، نه با امریکا. و به این اساس و اینا دائم بازی کردن. اینا ببینین، یعنی شما فکر میکنید که موضوع‌گیری اکنون تغییر میکنه در دنیا؟ حتما. ببینین، در پیمان شانگهای هم پیشنهاد شد هم پاکستان و هم هندوستان که باید عضو اصلی پیمان شانگهای شود و این سیاست بسیار فعال چین است که این موضوعگیری ها را با وجود آورده. این حال شما ببینید امریکا در مرزهای مرزهای خود، مرزهای جنوبی فزن چین اکثرا
یک طور برخورد بکنه که پایگاه نظامی ازی و ایجاد مستقر شد در نیپال و بالاخره خب در آبای جنوبی چین و همچنان در کوریای جنوبی. یعنی شما فکر میکنید آقای ولولجی که اکنون پاکستان آهسته آهسته به طرف ماسکو هم نزدیک میشه؟ ببینید امیالی، در کوریای جنوبی امریکا میخواد که راکتای مدافع هوایی نصب کنه و هم روسیه و هم چین یک جای مخالفت کردن. این موضع گیری هاییست که بعد از جنگ دوم جهانی، در جنگ سرد در اول تا وقتی که استالین زنده بود، چین و روسیه عین موضع گیری داشتن، هند و افغانستان عین موضع گیری ها لفرزن چی شده. باز امو جنگ سرد اگر آغاز شده بگوییم هم اشتباه نمی کنیم و همچون جنگ سوم جهانی را اگر بگوییم که احتمالش وجود داره هم اشتباه نیست. در اینجا این گروه بندی ها، ائتلاف ها نشان می دهد که دیگه برای پاکستان منفعت نداره که با امریکا باشه یا با ناتو باشه. و ایلایی که فضلا ایران موضع خواهد تغییر بده. اگر ایران موضع خواهد تغییر بده می تواند پاکستان نفش از طرف ترکیه و در ترکیه مال وضع به نفع ترکان نیست و فعلا جنجال داره با امریکایی و دیگه روسا و در بس افغانستان بیشتر تاثیرات پاکستان. حال که بیشترین کنترل پاکستان بالای طالبان هست و بس این هم میره که روسا تا حد اکنون کوشش میکنند که از گروه طالبان به عنوان یک ابزار استفاده بکنند در برابر آمریکایی ها، فکر میکنید که آنچه که شما به عنوان تغییر مطرح میکنید این بیشتر آسیب پذیری ها رو برای افغانستان هم خواهد داشت برای پروسه صلح و تقویت طالبان؟ ببینید امیال، در افغانستان سیاست روسا بسیار فعال شدن، چینویا فعال بودن، ایران فعال هست و بود. ببینید اصلا پاکستانی ها که موضع خواهد تغییر دادن این موضع به نفعشون نیستن. این حال تو طالبا این ها هم منفعت خود میخوان، نه طالبا. این حالی فرزن ایران یک مشتری بسیار خوب است برای طالبا، روسیه، چین. طالبا اصلا حالی به پاکستان خود را ضرورت ندارن. از لحاظ موضع‌گیری سیاسیشان میتونن همین کمکی را که از پاکستان میگیرن از ایران بگیرن، از چین بگیرن، از روسیه بگیرن، از این کشور را بگیرن. و به همین خاطر هم از چند دستگی در طالبا با وجود آمده و پاکستان به خاطر از اینکه طالبا را به صفت نیروی توریستی جهان میشناسه اثر خود رد بکنه، شاید برای طالبا در افغانستان پایگاه سراخ بکنه و طالبا را کلن میخواد شورای کویته و شورای پشاور را داخل افغانستان بکنه. وقتی که در افغانستان داخل شدن از این سیستم اگه براده ما دیگه دیگه کدام ملامتی ندارم که شما برای ملامتی اون طالب هست، افغانیست کلگی طالب ها در خاک افغانستان جا بجا هستن علیه دولت افغانستان می جنگ. تشکر. آقای امینیار، آنچه که آقای ولولجی به عنوان یک تحلیل مطرح کردن که کنون پاکستان آهسته آهسته چهره بدل میکنه و نزدیک میشه به روسیه و چین، یعنی فکر میکنید که واقعا پاکستان این کار را بتونه و یا هم این کار را بکنه که به آمریکا پشت بگردانه و رجوع بکنه به طرف قدرت های دیگه؟ ببینید در سیاست ما میتوانیم که مثلا نظر به منافع ملی یا به منافع ملی بریم هر طرف حرکت کنیم، یعنی حتی میتونیم 360 دیگری هم حرکت کنیم، اگر هرچند او یک شکل بسیار ایدئالش خاطر بود. ما در قبال پاکستان فکر نمی کنیم که پاکستان بتواند از ایالات متحده آمریکا که یک متحد بسیار سابقیش بود، و ما فکر می کنم که پاکستان، وجود پاکستان، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی پاکستان و وحدت در پاکستان مبتنی است به دوام کمک ها و دوام مثلا تعهد و متحد بودن آمریکا و پشتیبانی آمریکا با پاکستان. تا زمانی که اگر امریکا با پاکستان هست، پاکستانی که امروز شما دارین به می حدود سرحدات باقی میمانه. در غیر آن بعید نیست که پاکستان یک نقشه دیگری را خواهد به وجود بیاره. امکان داره پاکستان به چندین پارچگی بره که و ما شاهد هستیم که مثلا در بلوچستان، امیرقم مثلا در کویت، کویتا، امیرقم مثلا در سند جریانای وجود داره در پاکستان، همچنان در خیبر پختونخوا جریانای وجود داره که اگر
ایالات متحده آمریکا و انگلستان در پشت پاکستان نباشه و حمایت نکنه پاکستان، ما فکر میکنم که پاکستان نمیتواند ادامه پیدا کند. در این وضعیتی که ما میبینیم که پاکستان ضرورت داره به ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت برتر جهان و شخص و قدرتی که جهان را رهبری میکنه، من فکر بعید میدانم که پاکستان بره طرف روسیه و یا گزینه های دیگر. اما تحلیل از این که حرکت های سیاسی از جانب پاکستان مثلا با طرف روسیه علاقه نشان بده، این یک حرکت سیاسی است و این را پاکستان همچنان ادامه داده و از وقتی که پاکستان تشکیل شده تا به امروز طوری که دوست بزرگوان ما اشاره کرده، پاکستان همیشه خواسته که همه درها را باز داشته باشه و بازی کنه باز بودن درها. اما اگه توجه بکنیم فشار آمریکا بالای طالبان بیشتر شده و بیشتر روس‌ها علاقمند به پروژه طالب در افغانستان شده و در این منفعت کلانی که برای پاکستان نهفته، فکر نمی‌کنید که واقعا پاکستان این کار را بکنه و برای بیشتر به دامن روس‌ها خود بیاندازه؟ اگر پاکستان تحلیل کنه که و ببینه که تحلیلش طور است که با رفتن به روسیه منافعی را به وجود میاره، منافع ملی را به پاکستان 100% کار انجام میده. اما اینجا بحث است که منافع پاکستان با رفتن به روسیه وجود نداره. حالا شما نباید فراموش کنین که امریکایی ها با توان بسیار بزرگ، با قدرت بسیار بزرگ جهان را مدیریت می کنند و چی در خاور میانه است، چی در آسیای مرکزی است و چی در جنوب آسیا و افغانستان است، امریکایی ها دست بلند دارند نسبت به روسی ها و روسیه نه از لحاظ توان اقتصادی و نه از لحاظ توان سیاسیش نمیتونه که این کار انجام بده و به نفع پاکستان هم نیست. پس این گزینه بسیار ضعیفه با میز سیاسیون پاکستانی ها خواهد بود که به طرف روسیه بره. اما حرکات هر وقت انجام خواهد داده شد به عنوان از اینکه از امریکایی ها منافع بیشتر به دست بیاره، این کار انجام میدن. و در درون همین گمانه‌زنی هایی که مطرح میشه، حرفایی که من بیشتر از مجله اتلانتیک برای شما مطرح کردم و چیزایی که شما بس کردید، فکر میکنید که حال بحث نشست های چهار جانبه فشار آمریکا و چین بالای طالبان و بیشتر اما حرکت هایی که پاکستان انجام میده، حرکت های کم علاقه گیره، فکر میکنید که پاکستان اکنون بیایه و یا هم نظر به خاص آمریکا و چین کار بکنه در پروسه صلح افغانستان و یا هم در هدف قرار دادن تروریست ها؟ ببینید، پروسه صلح افغانستان و نقش پاکستان این کار ناپذیر است این موضوع. اما بحثی که مهم است است که امریکایی ها چی میخوان، منظورش از حضور امریکایی ها در افغانستان چیست. این شاید سوال یا پرسش سخت‌ترین پرسش باشه که حتی سیاسیون امریکایی ها هم جواب یا پاسخ دقیق را ارائه نتونند. اینجا بحث است، اگر ایالات متحده آمریکا واقعا میخواهند که در حضور خود در افغانستان دائمی بسازه، پس نیاز است که افغانستان باید یک کشور مقتدر داشته باشه. از او دیدگاه باز نیاز است که پاکستانی ها را باید زیر فشار قرار بدهیم تا پاکستانی ها در بحث صلح به افغانستان حمایت صادقانه خود نشان بده، کارکرد صادقانه خود نشان بده. اما بحث دیگه است، اگر امریکایی ها میخواهند که نقشه جنوب آسیا تغییر کنه، در او حالت من فکر میکنم که سیاست اشاره اوباما، من فکر میکنم که یک نحوی از تحولات آتی در جنوب آسیا خواهد بود و من فکر میکنم که بیشتر یک تاکید است که در آینده ها تغییرات بسیار زیاد در جغرافیایی از این منطقه وارد خواهد شد. یعنی شما فکر میکنید که امریکایی های کار خواهد کرد؟ من فکر میکنم اگر منافع ایجاب کنه، چرا که نه، به خاطر که یکی از موضوعات و یکی از گزینه ها در رابطه به خاتمه جنگ در خاورمیانه و در جنوب آسیا همین است که باید نقشه خاورمیانه و جنوب آسیا تغییر کنه. ای که چگونه تغییر میکنه و چی با چی منظور تغییر میکنه، این بحث هایی است که آینده زمان پاسخ از این را میده. یکی از کتاب هایی که نوشته شده در رابطه، یکی از سیاسون بسیار بزرگ امریکایی ها کتاب نوشته کرده به نام صلح پایان تمام صلح ها، در اونجا نوشته کرده که یکی از کارشناسا از این سیاسون سیاستمدار پرسیده که شما آینده خاورمیانه و جنوب آسیا را چگونه میبینین؟ جواب پاسخ از این کارشناس بسیار جالب است، میگه که اصلا آینده را من نمیبینم و آینده جنوب آسیا و آسیای مرکزی حتی و خاورمیانه در تحول خواهد بود و نقشه از این تغییر خواهد کرد. من فکر میکنم که اینجا بحث های بسیار بزرگ میاد. حالا ببینید، شما بحث های کردها است،
در جنوب آسیا بحث های بلوچستان است، بحث های بلوچ های ایران و پاکستان است، بحث های پختونخوا است و بحث های دیگری که مثلا در آسیای میانه هم میشه که مثلا تداوم جنگ یا رفتن جنگ با آسیای میانه است. روسیه هم به خاطر از این است که امکان داره که از طالبا و از جریان های دیگری که مخالف حکومت افغانستان و آمریکایی ها است حمایت کنند، به خاطر از اینکه اونا حراس دارند که جنگ مثلا به آسیای مرکزی داخل نشه یا به روسیه داخل نشه. آقای ولولجی، شما باورمند بر این هستین که در درون همین استراتژی های کلانه که طرح میشه برای منطقه و بیشتر بکنون یک بحث مبهم در بحث امنیتی منطقه هم به ویژه افغانستان مطرح است، یعنی فکر میکنید که در درون همین تعاملات که صورت میگیره بین آمریکا، پاکستان و یا هم روسیه حرکت هایی که انجام میده و یا هم چین منافعی که داره، بس صلح افغانستان یک چیز درشت باشه در درون این تعاملات؟ ببینید وستگی به سیاست منطقه و جهانی داره. موضوع افغانستان سلمه یا جنگ میشه، ما به جواب جناب استاد بگویم که فعلا ببینید بازار پاکستان آسیای میانه هست، بازار تجارتیش و معاوید را که به دست میاره از بندر گوادر و کراچی، این دو بندر که ولی نو سر گوادر سرمایه گذاری میشن، او طرف جنوب هند است، شمال افغانستان است، شرق هم چین است. این ولی پاکستان چطور میتونه که در برابر همه یمی قدرت هایی که در وجود داره موضع بگیره و به نفع امریکا موضع بگیره؟ و فعلا روسیه برای بار اول است و یک بسیار تحول تعجب آور است که فرضاً حاضر میشه که پایپلاین گاز در پاکستان به طول 1100 کیلومتر اونجا تصویب کنه، تصویب کنه و 2,500,000,000 دلار هزینه بکنه و سالانه 4 میلیون تن گاز مایی را به پاکستان بده، قرارداد شده ای. و این طرف هم تیورای F-16 امریکا را میگیره، نه پاکستان. این حال اگر ما باز گذشته تاریخی ما اگر مراجعه بکنیم، همه رقمی که پاکستان با امریکا دوست بود با چین هم دوست بود، از لحاظی منافع چین بعد از آمدن خروشچوف این نبود که با روسیه دیگه پیش بره و روسیه را به نام سوسیال امپریالیست یاد میکرد، به حساب خود جدا کرده روسیه چین. و این طرف چون چین با هند مازیله داشت و حال دبی چند سال پیش مشکلات سرحدیشان حل شد چین و هندوستان هم. ببین وقتی که تئوری F-16 را که امریکا با پاکستان قرارداد چه بسته کرد، دفعتا هندوستان عکس‌العمل نشان داد. وزیر خارجه هندوستان به امریکا دعوت شد و در اونجا فکر بکنم عراق خانه ساختن امریکا یا هنده که به نقص تو نیست دیگم نیم. این حال در اینجا پاکستان از یک طرف اگر موضوع امریکایی بگیره، گپ احتمالات جنگی گپ را باید کنار بگذاره و اگر نگیره که طرف هند و ببخشید چین و افغانستان و ایران و روسیه، ببینید بندر گوادر، از بندر گوادر تا بندر چابهار چین سرمایه گذاری کرده و پاکستان قرارداد امضا کرده با ایران که خط ریل تو بگ بندر چی برای چابهار برای این، یعنی چی این امی خط، خط یا تجارتی یا نظامی تا با سینکیانگ چین میره، خط از سینکیانگ چین میاد بیره عرب. یعنی شما تمام این حرکت ها را بیشتر نمونه ای از تغییر روابط میان قدرت های منطقه و قدرت های بیرون کلان جهان میبینین؟ بله بله، خود دال ببینین روسا آزاد میگوین که سلاح مطالبه روسا پذیرفتن، مطلق تایید کردن، چین پذیرفته، ایران تا بالی جواب نداده و هندوستان پذیرفت، از این پشتیبانی کرد. این پس یعنی چی خیلی؟ این سیاست در نیشه. این حال در اینجا گیره نادیده نگیریم ما که کشورهایی که در این شرط داسی و شرط داسی اینو قرار داره، اینو خو کشورهایی نیستن که
ان ایرا مون رو دیده بگیریم قدرتشان هم چینه یا روسیه رو کشور دیگر هست بس به حسابی بازی ها فعلا آغاز شده این یک تغییر کلی ده. این یک تغییر استراتژیک که میتونیم بگویم ایره که در سیاست منطقه با وجود آمده این حال اینده که سیاست تا کجا پیش میره با در نظر داشت چی منافع پیش میره یا عقبگرد میکنه ایره باز زمان برای موشم گذشت زمان نشان میده آقای امینیار آنچه را که به عنوان قرائن و یا هم نمونه های چرخش سیاست مطرح کرد آقای ولولجی اما اینجا در بس افغانستان اگر بیاییم اینجا ما بیشتر هم فرصت داریم و هم تهدید از تمام طرف ها زمانی که روس ها مثلا در این منطقه فعال میشه با نظر به تحلیل را که آقای ولولجی میکنه با دشمن دیرینه خود با پاکستان می بیشتر چراغ سبز نشان میده و یا هم به عنوان بحث خوشبینی میرن حرکت های را انجام میتن بیشتر بحث قبضه تروس ها هم به دست پاکستان است و آمریکایی ها هم اینجا رقابت های خود پیش میبرن بحث تقویت گروه داعش در و فرستادنش به روسیه و متحدین روسیه فکر میکنید که اول خوی به عنوان چقدر به عنوان فرصت است وضعیت موجود تغییر معادلات منطقه و جهانی و چقدر هم به عنوان تهدید پنداشته میشه برای افغانستان خود در قدم اول باید گفت که در آستانه جهانی شدن امروز هر کشور میتونه با کشورهای دیگر روابط اقتصادی سیاسی و دیپلماتیک داشته باشه این که پاکستان میره با روسیه یا روسیه با پاکستان میخواد کمک ها و مساعدات های اقتصادی یا پروژه های اقتصادی داشته باشه یا بحث چابهار یا پروژه تاپی اینا همه و همه نمونه هایی هست که در جهانی شدن ما نمیتونیم این کان اجتناب کنیم از این مسائل و هر کشور ضرورت داره که باید منافع عواید خود بلند ببره و منافع کشور خود به دست بره از چی روابط سیاسی چی اقتصادی است و چی دیپلماتیک است حالا اینجا بحثی است که آیا افغانستان به عنوان یک کشوری که در وضعیت کنونی میتواند از این وضعیتی که حال خلق شده وضعیت فوق العاده پیچیده هست وضعیت فوق العاده مثلا سیاسی هسته آیا ما آنقدر سیاسی و پیچی میتونیم پیچیدگی را درک کنیم در نظام افغانستان یا نه این موضوع اساسی است در وضعیت کنون شما میدانید که افغانستان آسیب پذیری های بسیار زیادی را دارد ام از دیدگاه از این که ما از منافع فرصت های اقتصادی نفع نخواد بتانیم گرفته و هم از طرف دیگر مسائل امنیتی که بسیار عادام است در افغانستان مسائل نام نیست و مثلا ظهور داعش است و پروژه های دیگر مخالفین است تقسیم بندی تقسیمات خود طالبان هست و مخالفین دیگر حمایت مثلا گویا که روسیه به طالبان و جریان های دیگر امریکایی در افغانستان و بالاخره منطقه هندوستان ایران و پاکستان خود طبیعی است که سالها است که در افغانستان دست داشته اینجا افغانستان به می دستگاه سیاسی که داریم و حکومتی که داریم من فکر میکنم که این بر ما یک تهدید خواهد بود فرصت کمتر است فرصت فقط در مقاطعی است که ما اگر بتانیم این را استفاده بتانیم مثلا در چند موضوع در یک موضوع اقتصادی است اگر ما بتانیم واقعیت این را تبدیل به فرصت کنیم و هم نیازمند ثبات است و نیازمند امنیت است که نداریم و ما دیدیم که حتی پروژه تاپی را ما عملا نتانستیم رسما باز کنیم با وجودی که سالها سی تهدید هم شما از ناحیه بیشتر میدان جنگ و یا هم میدان رقابت همین قدرت ها افغانستان رو میبینیم دقیقا از طرف دیگه بحث فرصت سیاسی وقت امکان میداشت که اگر ما یک حکومت بسیار مقتدر رو میتانستیم یک دستگاه بسیار قوی رو میتانستیم یک توحید دیدگاه رو در خود حکومت وحدت ملی میدیدیم و اینا میتوانستن سیاسیون افغانستان میتوانستن رهبران افغانستان میتوانستن که ایالات متحده امریکا را قناعت ببخشه و بر از اونا برسانن که شما اگر با افغانستان متحد هستین اگر میخواین که حضورتان اینجا باشه و در نهایت اگر میخواییم منافع امریکا و افغانستان هر دویش محقق شود در او حالت باید شما افغانستان قوی بسازین در منطقه افغانستان یک پایگاه قوی تان در منطقه باشه این بحث است ولی ما نتانستیم متاسفانه بیشتر از ما پاکستانی ها نفع برد حالا که بحث از همین تیاره ها شد بحث مهمات نظامی شد که از افغانستان باقی مانده بود با پاکستان داده شد و مسائل دیگر نشان میده که امریکا تا اکنون هم یک متحد بسیار بزرگش پاکستان است نسبت به افغانستان در غیر ایران اگر با پاکستان متحد نمی
می بود یا پاکستان می رفت مثلا طرف روسیه، چی نیاز داشت که پاکستان از ایالات متحده آمریکا مثلا سر ایالات متحده آمریکا صدا می کرد که ما را از لحاظ نیروهای نظامی تقویه کو؟ پس به معنی عزیز است که اینجا روابط تا اکنون هم هستند، تناقضات وجود داره فوق العاده و او را ما می پذیریم. پس تمام وضعیت به تهدید افغانستان است و افغانستان باید این وضعیت به فرصت تبدیل کنه، که من فکر میکنم که در وضعیتی که ما وجود داریم، فاکتورهایی که ما تهدید میکنه، سیاست های منطقه و بین المللی و تبدیل شدن افغانستان به یک میدان جنگ، شاید جنگ سرد بعدی، من فکر میکنم که این به نفع افغانستان نیست. یعنی شما این بحث بیشتر پیش بینی میکنید که افغانستان بار دیگر به عنوان میدان جنگ سرد مبدل شود؟ متاسفانه ببینید شما اگر یک نظر به خاور میانه کنیم، حالا ببینید در یمن، در سوریه، در عراق چی میگذره از آمدن به امریکا به اونجا. پس من فکر میکنم که سیاست های امریکا نادرست بوده، اینا باید یک تجدید نظر کلی در سیاست های خود انجام بتن تا بتوانند که منطقه را امو اهداف انسان دوستانه ای که اینا شعار میزنن اونا را انجام بتن. در غیر ایران ببینید شما امریکایی ها نه در سوریه، نه در عراق، نه در یمن و نه در افغانستان چیزی که میگفتن به دست آوردن و وضعیت آنقدر مشکل ساختن که حکومت‌های مقتدری که اینا داشتن، حکومت‌هایی که داشتن، اونا هم از بین رفتن. حالا مثلا ثبات خاورمیانه رو شما ببینین، بعد از سال‌هایی که آمریکا اونجا اومد دیگر ثبات وجود نداره. سپاسگزارم. آقای ولولجی، آنچه که آقای امینیار مطرح می‌کنه که خطر از این میره که از افغانستان بار دیگر به عنوان میدان جنگ سرد استفاده شود، حالا بیشتر ما تهدیداتی را که کنون داریم، آنچه که در مورد امنیت و هم وضعیت افغانستان پیش بینی میشه و رقابت هایی که وجود داره، شما از فعال شدن روسیه در افغانستان حرف زدین، گفتین چین هم از قبل فعال بود، آمریکا هم اینجا پایگاه اوزی نفوذش از افغانستان، یعنی فکر میکنید که یک بار دیگر افغانستان به یک تهدید کلان مواجه خواهد شد در نتیجه همین بازی هایی که صورت میگیره؟ شما ببینین یک چند سال پیش پاکستان خطوط اکمالاتی امریکا و ناتو را قطع کرد به افغانستان، نه؟ امریکا مجبور شد ناتو با روسیه معامله بکنه و روسا به حساب از اینکه شورای امنیت برای امریکا وظیفه داده که تروریسم در افغانستان نابود بکنه و چون یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت است روسا، با می حساب اجازه داد که هم از هوای روسیه هم از زمین روسیه استفاده بکنه، از سمینه قوات خود اکمالات بکنه امریکایی‌ها. و یه تقریبا نکنه دو سال ادامه پیدا کرده می همکاری ما بین روسیه ها. و بعد امتیاز را که امریکایی‌ها با روسیه دادن موضوع گرجستان بود، چوب به خود گرفتن دیگه، این انقلاب های نارنجی و گپ ها آسیای میانه خاموش شد. اینی گپ بود. این حال سیاست معامله هستن. ایره ما میتونیم فرضاً بگیم که پاکستان منتظر تغییر وضع باشه، هم با چین معامله کنه، هم با روسیه، هم با افغانستان، هم حتی با هند، نه؟ به خاطر حفظ منافع خودش. باز وقتی که شرایط اگه مساعد شد، امریکا در منطقه فعال شد و نیروی برتر بود، باز میره به طرف امریکا. اینی تابال دو یا سه موضع‌گیری کرده پاکستان که امریکای رو رنجانده، نه؟ امیالی به وقتی که اوباما در نشست خصوصی خود پاکستان یک متحد خوب نمیداند، دلیلش همی است که امتیاز میگیره پاکستان، امتیاز نمیده برای هر کشوری که باشه. و پی بازم ما ایگه بخواد تکرار میکنم که حیاتی ترین سیاست برای پاکستانی هست که با آسیای مونه، با افغانستان، با ایران، با چین خوب باشه. ببینید اگر پاکستان در اینجا میانش با بازم را تکرار میکنم که خراب شوه، تنها بر برش میمونه و در برم در اوج ایران هم است، در بر بیره عمان و عرب و چه هم است، هند هم است، نه بیره هند. یه جا بازه بکنه چطور میتونه کشتی از اموال تجارتی از خب از جا برو و کشورهای دیگه از بر پرسشی را که مطرح کردن. این حاله ببینه و دیگه تنها وقتی که افغانستان قطع کرد خطوط مرزی خود برای پاکستان، که پاکستان نتونه باسیوی میونات مال تجاره خود بره، امی خود ترانزیتی قطع شوه، برای پاکستان کجا میمونه؟ این وقت دیگه هند میتونه با افغانستان از چوبار استفاده کنه و کمک ایران و هم بتونه اکمالات نظامی خود بکنه، هر رقمی که میگین. اما پاکستان در اینجا ضرر بیشتر پاکستان میبینه و پاکستان
مجبور است که از امیال با تاجیکستان قرارداد بسته که این برق بیاره به کشور خود. پروژه تاپی هست و دیگه ویرم باز در نظر داره که دیگه هم قرارداد این معاملات بکنه با آسیای منه کشورش که بتونه. و کمبود انرژی در پاکستان به حد مؤثر است، به حد مؤثر است که اگر این انرژی برش نرسه نابود میشه پاکستان. و به همین خاطر رشوت را که پاکستان از قطر گرفت، در حدود یک سال مواد نفتی خود قطر برای پاکستان داد. یعنی شما آنچه را که شما مطرح میکنین در نزدیکی با روسیه که روابط پاکستان را تحلیل میکنین، پس اظهارات باراک اوباما که گفته که پاکستان یک کشور ناکارآمد است صدق میکنه، درست است؟ چی خیلی اگر بجای پاکستان شما باشین چی میکنین؟ ما باشم چی میکنین؟ تمام درو برش بسته باشه خوب است برش که یک معامله بکنه پاکستان. و باز ما براتون تکرار میکنم که کشور پاکستان، رهبری پاکستان هیچ وقت نباخته در معامله. اما این دفعه ما اگر بحث کردستان رو مطرح میکنیم، بحث بلوچستان رو مطرح هست، یه هم یک میشه که یک خطر باشه برای پاکستان. ما در یک کنفرانس بین پارلمانی ما بین پارلمان افغانستان و پاکستان شد در اسلام آباد، در اونجا به صورت کارشناس رفته بودم، این همه سوال رو در اونجا در وقت مطرح میکردن مسئلین پشاور که در اینجا بلوچستان تجزیه میشه، یک کشور بامین بلوچستان با وجود میاد، بلوچهای پاکستان، افغانستان و ایران یک کشور میسازن. که ولی فعلا امریکایی ها در سیاست های استراتژیک خود امیرد فعلا روش هموار ساختار است با یه حسابی با وجود آوردن یک کشور مستقل بلان کردستان که در جبین و ترکیه به صفت متحدی دائمی و تاریخی امریکا ایجا که چون مفادش منفعتش است جنگ کرد میکنه، نمیخواه که این تکشور به وجود بیاد. آنچه که شما مطرح میکنین، دلایل را که مطرح کردین در خصوص عدم نزدیکی پاکستان با روسیه، اما استدلال و دلیل های را که آقای ولولجی گفت، مثلا در بخش ارتباطات تجارتی با کشورهای آسیای میانه و یا هم برخط مورد دیگر، فکر نمیکنید که واقعا نقش پاکستان در حالت تغییر است؟ ببینین شما اگر یک دفعه بیلانس اتحادیات پاکستان مطالعه کنین، باز اونجا خوب روشن میشه که پاکستان چی باید کنه از لحاظ اقتصادی. بس اینجا زیاد روی مسائل اقتصادی و منافع اقتصادی چرخش داره و مسائل سیاسی کم رنگ جلوه داده میشه، ولی این رقم نیست. شما ببینین اگر پاکستان امریکا را به خود داشته باشه، افغانستان را به خود داره. وقت افغانستان به خود داره به معنای زیسته که راه های ازی به آسیای میانه هم تقریبا فراهم است. تا 14 سال که فراهم بود، بعدنشان فراهم خواهد بود، به خاطر که من فکر نمی کنم که در دستگاه سیاسی پاکستان بتوانند بسیار مستقیم امریکا را نی بگویند در یک موضوع. من فکر می کنم که در بسیاری موضوعات بسیار کلیدی پاکستان به امریکا هم نظر بوده و تانسته. حتی در موضوع صلح افغانستان ببینید، وقت امریکا میگه که صلح به وجود بیاد و صلح باید موضوع پروسه صلح باید تغییر کنه موقعیتش و و و و یک روند جدید به وجود بیاد، بله پاکستان لبیک میگه. پاکستان با وجود که نمیخواد یا میخواد، این بحث است که ما میدانیم که نمیخواد پاکستان که با افغانستان صلح به وجود بیاد. اینجا بحث اینجاست که پاکستان، بحث پاکستان بحث سیاسی است. پاکستان سالها تانسته از موضوع، از روی کرده، از دیدگاه امنیتی و سیاسی منافع خود به دست بیاره. چی ضرورت داره که از دیدگاه اقتصادی بسیار داخل موضوعات شوه، باز بره با روسیه مثلا از لحاظ اقتصادی نزدیک شوه، در حالی که اینا میتونن از لحاظ سیاسی منافع خود به دست بیارن و به دست آوردن. هیچ وقت طوری که دوست بزرگوارم اشاره کرد، هیچ وقت پاکستان در معاملات با ایالات متحده آمریکا و با کشورهای دیگر ناکام نبوده. از طرف دیگه شما ببینید که خب آیا شما فکر میتونید که چین با خلاف آمریکا میتونه رفته؟ به هیچ عنوان نمیتونه رفته. اکنون که شما ترقی و اوج توسعه مثلا در چین شما میبینید، ای از اثر از این نیست که چین یک کشور بسیار خوب کپیتالیستی تبدیل شده، ای از اثر از است که 10,000 شرکت یا بیشتر از این شرکت های آمریکایی بسیار بزرگ در اونجا قرار داره، عملا پایگاه های آمریکا در چین حضور داره. همین رقم هندستان به هیچ عنوان
نمیتونه که با امریکا مخالفت نشان بده. ترکیه که یک دوست بسیار قدیمی سابق امریکا است نمیتونه. پس در منطقه هیچ کشور را مفتراغ ندارم توانمندی زیر داشته باشه که با امریکا سازگار نباشه. اما بحث اینجا چی هست؟ بحث است که روی هر گزینه باید منافع ملی در سنجش باشه. اما تغییر مثلا شما اگه توجه داشته باشین اکنون پاکستان به عنوان یک کشور حمایت چین داره و روسیه هم آیسته آیسته در معادلات جهانی ظهور کرده، فکر نمیکنید که نقش آمریکا کمرنگتر شده میره در بحث مدیریت برنامه های جهانی؟ چی بپذیریم چی نپذیریم، امریکایی ها در سیاست های توسعه خود ناکام به نظر میرسند و این تاثیر میکنه با اعتبار امریکا، تاثیر میکنه بر روابط امریکا و کشورهای دیگر. ایره من میپذیرم که روسیه حالا آغاز به کار کرده و این تاثیر داره بالای کشورها، اما به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که امریکا در جناکام بوده باشه. من فکر میکنم که امریکا با سیاست های خود یک رنگ جدیدی را داده و این رنگ جدید یا طرز تفکر جدید یا تجدید نظر جدید که است برخواسته از تجربه 14 ساله حداقل مثلا در این حوزه جنوب آسیا یا آسیای مرکزی و همچنان در خاورمیانه است و ایره من فکر میکنم که امریکایی ها دوامدار پاکستان را به خود خواد داشتن. شما شاهد خواد بودین که پاکستان هیچ وقت با امریکا نخواد مثلا انحراف عمو منافع بسیار بزرگ را خواد دانستن و تا کنون که نکردن آینده هم من فکر میکنم که پاکستان توان ازیر نخواد داشت که مثلا روی بگردانند به امریکا و برن طرف روسیه که یک متحد بسیار کمزور از لحاظ اقتصادی سیاسی به پاکستان واقع میشن. از طرف دیگر تا زمانی که حضور امریکا در افغانستان حتمی است و هست، من فکر نکنم که به نفع پاکستان هم باشه که با امریکا اینا سیاست انجام بتن که نتیجهش مثلا کنارگیری از پاکستان این سیاست شکل گرفته. شما اگر به اظهارات باراک اوباما در مجله اتلانتیک توجه بکنین، یعنی آمریکایی‌ها خودشون دل سرد هستن از روابط با پاکستان. ببینید در 14 سال شما یک مطالعه دقیق از همین رسانه‌های آمریکایی رو بکنین، کدام دفعه بوده که آمریکایی‌ها نگفتن که مثلا پاکستان یک متحد خوب نیست؟ حداقل در 2006 مثلا مقالات را شما مطالعه کنین، فوق العاده در مقالات نوشته شده که پاکستان متحد خوب نیست، متحد با ارزش با آمریکا نیست. اما چه گزینه‌ای آمریکا وجود داره بدون پاکستان؟ امریکا گزینه دیگر وجود نداره. با پاکستان هم گزینه بهتر از امریکا کجاست؟ نیسته. پس از این دیدگاه است که اینا را نزدیک میسازند. در حال حاضر مثلا چند وقت پیش هم آقای ترامپ هم یکی از اظهارات عجیب و غریب در رابطه با پاکستان کرده بود که باید نیروهای امریکایی در افغانستان مستقر باشند تا مهمات اتمی پاکستان را نگهداری کنند. به معنای چیست؟ به معنای زیسته که پاکستان هیچ وقت از سیاست امریکا دور انداخته نخواهد شد. سپاسگزارم. با توجه به مجموع تغییراتی که در سیاست‌های جهان در بحث جنگ صورت گرفته، آنچه که نگرانی از تبدیل شدن افغانستان به عنوان میدان جنگ سرد میان قدرت‌های بالقوا و بالفعل می‌رود، افغانستان بیشتر توانمندی بیرون شدن از مجموعه رقابت های کلانی که در حال شکل گرفتن را است داره و یا هم نه؟ به عنوان سوال آخر و جنبندی از هر دو میمانو میپرسم. آقای ولولی شما فرمایید. بله در جو بیت همین خود ابتکارات سیاسی بتونه معادلات تغییر بده. در جو فرزن افغانستان رو پیمان امضا کرده، پیمان امنیتی هم با ناتو، کشورهای ناتو هم با خود امریکا. در اینجا افغانستان هیچ وقتی هم از لحاظ اخلاق و هم از لحاظ سیاسی برای امریکا نه نمیگه و برای ناتو نمیگه و ایر خود امریکایی بودن که قوات خود از افغانستان خارج ساختن و حالی وضعی که حالی تغییرات سیاسی که به وجود آمده اصلا عاملش همی هست. امریکایی یک بار یک لک و بیست هزار سرباز خود که از جا کشید، حالی پس دوباره قرار است که 30,000 سرباز دیگه خود بیاره پس به افغانستان و وضع را باز هم به این شکل تغییر بده. در اون صورت باز این کشور افغانستان نه توانایی از را داره که دشمنی کنه با کشورها و نه هم میخواهد که دشمنی کنه. اصلا سیاست در افغانستان موضع دشمنی نباید داشته باشه که موضع گیری دشمنانه. به حساب انشالله اگر این موضوع اگر چی شود میتونیم که یک امیدی داشته باشیم. سپاس گزارم. آقای امینی شما بفرمایید. من فکر میکنم که اگر جنگ طور نقشه گذاری شده باشه
که افغانستان قربانی جنگ باز هم شود و خدا نخواسته در او حالت هیچ قدرت نخواد بود در منطقه که جنگ دوباره مثلا بتانه که حداقل مدیریت کنه. حکومت افغانستان هم در او وقت ناچار خواد بود بخاطر که این جنگ جنگ طرح شده بیرون از افغانستان خواد بود، مثل که یکی از سیاسیون آمریکایی ها مثلا میگه که جنگ به افغانستان حداقل 50 سال دیگه هم طرح ریزی شده. به هر صورتش اگر این گزینه که نباشه و انشالله که نیست، گزینه دیگر در حالت دیگر در حالت فعلی یگانه راه برای افغانستان نیست که حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی افغانستان قناعت امریکا را به دست بیارد و به امریکایی ها برسانند و بفهمانند که اگر افغانستان مقتدر میخواین، افغانستان خوب میخواین، به معنی عزیز که شما میتونین که در منطقه منافع خود را به دست بیارید. در غیر آن اگر افغانستان سقوط میکنه، به معنی عزیز خواهد بود که امریکا و امپراتوری امریکا و اعتبار امریکا حداقل صدمه بسیار شدید خواهد دید. بسیار تشکر آقای امینیار و آقای والبلجی از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. آقای جمال الدین بدر والی پیشین نورستان نیز با ما وعده کرده بود در برنامه حضور پیدا میکنند، اما تا دقیقه اخیر برنامه در برنامه حضور پیدا نکردند. خدا نگهدارتون.